د لوی او غوخن کې خدای په نامه سلامونه او نيکي هلي وړاندې کوم ګرانو زکونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او ورځمو په خوشحالي او رمي سره د خپلو د کورنۍ او ترڅنګ پلکړي وي ګرانو زکونکو زما یواند احمدي بیا هم ستاسو په چوپړ کې يم د نهم ټولګي په او ویشتم لپاره چې من غو تاسو د پټي خزانه په حق لاګي ګو اځو پټه خزانه چې ییکی از کتابهوی تاریخی و خیلی مهمی از زبان ادبیات تاریخ پشتو هست که در ای ارتباط معلوماتی که ما شما به دست میاریم تمامش مربوط به مو تاریخچه یا بیوگرافی یا زندگی نامی شعرا هست و موضوعات تاریخی خیلی مهم را در این پت خزانه گنجانیده هستند پس بریم ایزا ببینیم که درباره پتا خزانه پیش گفتار متن چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم آیا تاسی دمخ د پټې خزانې نوم اوریدلی یا مودا کتاب لوستلی دی میگه آیا قبلا شما کدام وقت نام کتاب پټه خزانه را شنیدین یا هم کدام وقت شما ای کتاب را خواندین حتما من مطمئن هستم از نام پت خزانه را شنیدین که پت خزانه اصلا اگر به در این معنا بکنیم که به معنای خزانه یا سرمایه پنهان هست که این کتاب را در باری از این قرار از در معلومات بدست بیاریم پختو ژبه یا لرغون ژبه ده زبان پشتو میگه یک زبان قدیمی هست ادب هم دیر دیر لرغونتیا لری و ادبیاتش هم بسیار قدامت داره لبدا مرغه چې د پښتو او ادب دیر لرغونی لیکلی آثار د زمانه توپانونو لزان سره وریدی اما بدبختانه میگه بسیاری از آثار زبان و ادبیات پشتور را میگه امو توفانهای زمان با خود برده یعنی در جنگ ها و جنگ های داخلی و جنگ های دیگه یا از بین رفته شده یا هم سوختانده شده و از بالاخره به دست ما شما نیست اوس یه دیر بیلگی پلاسکی نلرو که حالا میگه نمونه های زیادش را به دست نداریم د شیرونو سو پخوانی بیلگی چی اوس یه مونگ پلاسکی لرو میگه چند نمونه شیری قدیمی که حالا ما شما به دست داریم هغه په یو ډیر زختناک ادبی کتاب کې چې پټه خزانه نومیږي خوندې شوې او تر مونګل را رسیدلې دي میګا کې همو نمونایي شیري کې درگذشته‌ها ازگذشته‌ها د و او ارزشم بوده إینه میګا در کتاب خېل به ارزشه پټه خزانه میګه جابجا شوده و او تا ما شما رسیده په دیل واست کې تاسو د تاسو ته تا دغه ارزښت ناک ادبی کتاب در پیژنو و د در ری درسومو قرار است کې کتاب په ارزشه ادبی را به شما معرفي وکړو پس بري مېځو بيوریم کې پټه خزانه اثر کیاس او کوم موضوعات را داره پټه پتخز... خزانه پښتو ادب یول یولرغونی کتاب دی مګ یع کتاب قدیمی او گذشتي از زبان و ادبیات پښتو اس پټه خزانه چې محمد هوتک په 12 مہیجري پیړی یول 101 سال وخته تر 201 وخته هجری قمری کال په کندهار کې لیکلای دی که این کتاب قدیمی را محمد هوتک در دولسم هجری پیری در قرن دوازده هجری شمسی که یازده چلو یک تا یازده چلو دو هست در این میگه در قنده هاری را نوشته کرده لیکوال دغه کتاب د خپل وخت د فرهنګي پالونکي پاچا پاچا شاه حسین هوتک په حکم او غوښتنه تالیف او ترتیب کړی دی میگن نویسنده نظر به خواست فرهنگ دوست پاچای فرهنگ دوست او زمان که شاه حسین هوتک بود به حکم از و خواسته از او تالیف و ترتیب کرده د پټي خزاني د کتاب قلمي نسخه په 1228 م برس کال تر لاس شو تر لاس شو او د دغه لمخي پختو ټولنی په 1228 م برس کال د لمړی ځل لمړی ځل پر چاپ کړ که میگه این کتاب پتا خزانه در سال 1322 نسخه قلمی ازی به دست آمد که بالاخره نظر به نسخه قلمی که اینا به دست آوردن امو پختو ټولنه یا سازمان یا جامعه که به ادبیات پشتو کار میکردن یک دفتر یک سازمان هست اونا میگه در سال 1323 هجری شمسی این کتاب را به با اولین بار به با نشر رساندن یا چاپ کردن وادر د ما میګنه چې په ډیر ځخناو کتاب کې محمد هوتګ د یو شمېر شاعرانو او لیکوالو د ژوند پیخی او د شعر نمونې خوندې کړي دي د دې کتابه بارزش با میګ محمد هوتګ بعضی از اشعار شاعرها و نویسندهای زبان و ادبیات پښتو و حوادث زندگی از اینا را در اینجا محفوظ کرده چې په هغه کې د امیرکروړ د ژوند حالت او یو شیر هم شته چې درې میګا یو نمونه شیره امیرکروډ کاولین شاعر زبان و ادبیات پشتو بوده ای میگه هم داری وجود داره چه پلا ترلاسکی دوی د پختو ادب تاریخی لرغونتیا د دویم هجری پیړی لمړی نیمایی تا رسیگی چه نکته جالب هست ایزا که با استف... پیدا کردن همی شیر امیر کرور که خیلی قدامت داره نظر بایی میگه ایره ما فهمیدیم که تاریخ ادبیات زبان پشتو میگه تا به کارن uh, دوم هجری شمسی و بخش uh, اول یا نیمه اولش میرسه د پټي خزاني لیکوال خپل تعلیف کړی کتاب په دریو برخو ویشلی او هر برخی ته خزانه نوم ورکړی دی میگه نویسنده کتاب پت خزانه در تعلیف کتابش میگه یه کتاب را به سی بخش تقسیم کرده که مثل سی فصل تقسیم کرده که به هر فصلش نام خزانه را مانده که هر کدام و هر بخش را زیر در این جایزه خیلی جالب تشریح کرده که در خزانه اول در فصل اول کدام موضوعات هست بې وینې مېځه مېګه کې پلومړۍ خزانه کې د پښتو یو شمېر هغه شاعران معرفي شېوی چې د لیکوال له وخت څخه دمخه زم... زمانو پوری اړه لري مېګه د خزانه اول در فصل اولش مېګه ش... نویسنده او یو تی... ټیټه شاعرای را درینځه معرفي کړل چې نز... قبل از زندګی امي نویسنده وخت محمد اوتګ زندگی میکرد قبل از زندگی ازی در گذشته میگه اینا بودن و مربوط از اونمو زمان هستن یعنی قبل ازی که شاه حسین ببخشن محمد هوتکی کتاب را نوشته بکنن شایرهایی که قبل از او گذشته بودن نویسنده های که قبل از او گذشته بودن در فصل اول یا خزانه اولی را درباره زندگی از اونا نوشته کرده په هغه کې د بابا هوتاک شیخ ملکیا اسماعیل خرقبون شیخ متي امیر کورود شیخ اسعد سوري خار کارندوي ابو محمد هاشم سرواني شیخ تیمان شیخ بستان بډیس شیخ رزي لودي نصر, نصر لودی شیخ عیسی، مشوانی سلطان بهلول لودی خلیل خان نیازه خوشحال خان زرغون خان دوست محمد کاکر عبدالرحمن بابا شیخ محمد صالح او علی سرور لودی نونه رازی که در ای خزانه اول در فصل اول ازا که در اینجا گفته نام های که در اینجا برتان گرفتم ازا درباره زندگی از اینا میگه گفته شده و نام های از اینا در فصل اول یا در خزانه اول ذکر شده که تمام این که برای شما نام بردم اجزا تمامش قبل از نوشتن یا زندگی محمد هوتک نویسنده خزانه بود حالا بریم از به بخش دوم یا خزانه دوم ما که میگن به دویم خزانه که لیکوال خپل زمانه یا شمیر لیکوال او شاعران را پیشنی که زینو زین و نمونه دادی اما در خزانه دوم ایزا میگه امین نویسنده بعضی از شاعرها و نویسنده های زمان خودش را به معرفی میگیره که نام بعضی هایشان اینا هست ایزا نام هایی را که در اینجا قرار از براتان بگیریم اینا خیلی مهم هست که ممکن است در امتحان از اینا سوال بیا که در نام،, نام یک شخص را بگیرن و ازتون سوال بکنه که این در کدام فصل یا خزانه از پتا خزانه نامش ذکر شده و کدام فصل ها را داره که در فصل دوم یا در خزانه دوم نام های ای شایرار است که میگن ملا باز, باز توخی شاوسین هوتک که خودمی شایی امو زمان بود ملا زعفران، محمد یونس خان، عبدالقادر خان خطک، ملا محمد صدیق، ملا پیر محمد میاجی، الهیار افریدی، بابوجان بابو بابی، ریدی خان مومند، ملا محمد عادل بریس او نور این شاعر است که و نویسنده است که در فصل یا خزانه دوم از شاوسین هوتک محمد هوتک ذکر کرده د کتاب دریمه خزانه کې و بلاخره می یعنی به خزانه سوم در خزانه سوم میگه معلف یو شمیر خزینه شاعران را پیجندلی یعنی خزانه سوم را خاص بره امو شاعرای خانم زبان و ادبیات پشتو آورده که در اونجا یک تعداد از نام های ازی خانم هم گرفته که مثل نازو انا که نازو توخی ببخشی نیزا نازو توخی هست حلیمه حافظ هست نیکبخت است بی بی زینب هست زرغونه او رابعه رازی که و رابعه این نام هایی هستند که نام های شاعر های یا نویسنده های خانم هست که در فصل سوم یا در خزانه سوم پتخزانه آمده است د کتاب په پا پای یا کې محمد هوتک د خپل پلار داود خان هوتک او خپل پیژندګلوی هم راوړی ده و در آخر کتاب میگه محمد هوتک درباره خودش خود را معرفی کرده و درباره پدرش داود خان هوتک هم آورده د پټه خزاني په تر لاسه کېدو د پښتو لیکلي منځوم ادب د دویمي جری پیړی نمایته راسيدلای دی په بعد استاورده ميږي کتاب پټه خزانه ميګمو به یې فهمېږیم چې تاریخ و ادبیات زبان و ادبیات پشتو که منظومش هست و شکل نظم یعنی تاریخ شیر ادبیات پشتو به قرن دوم هجری شمسی میرسه مون باید دگر زخناک ادبی کتاب ترلاس او مطالعه کرو ما باید از دایی کتاب را به دست بیاریم و ایره یک بار مطالعه بکنیم چه خپل پخوانی شاعران و پیجنو و ده شیرونو سره آشنا شو که شاعرهای قدیمی خود را بشناسیم و با زندگی از این شاعرها آشنا شویم ودا وروخره ز د پټي خزانه په کتاب کې راغلي شعر څخه هغه پوښوالی او قوت پوښوله یا قوت سرګندګي چې مونږ په زغار د ویله شو چې پښتو شاعري تر هغه د مخه موجوده و مګر مو همو پښتوګي شيري کې در وقوت شيري کې دري کتاب پټه خزانه مده میګيره په وضوحت وز گفتو میتونيم کې وایله شو چې پښتو شاعري تر هغه د مخه موجوده و چې شاعر شير پښتو ازو قبل ازو هم موجود بوده چې د پوښوال یا قوت پړونه وهلې و کومه مراحل پښته شدن او قوي شدن سره سفري کړده او دومره یې په خوالې موندله و چې د وخت امیر امیرکرور هم ورسره مينلري او په پښتو شعر وایي و, و باندېځي با میږي قوت داشته او پښتوګی رسیده کې امیر یا پاد شای زمان امیرکرور بود وم یو شعر درینجا سروده خب ایزایی هم بود معلومات درباره پت خزانه یادتان نره ایزا معلوماتی را که درباره سی فصل سی خزانه پت خزانه به دست آوردین با کلمات خودتان و زبان پشتو نوشته بکنین دا و تاسو او تاسو نننه لوست ترویت تاسو طول پا لویا بخون که خدا دو خدای سپارم دا خدای پامان